فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی از واشنگتن با من. آقای ندیمی ممنون از همراهیتون. به نظر میرسه حجم و شدت حمله حوثی‌ها به عربستان بیشتر شده، به نظر شما چرا؟ بله، در این چند روز گذشته حجم حملات شدت پیدا کرده و همینطور موفق تر هم به نظر میرسه که در حملاتشون بودن و تعداد کمتری از موشک‌های کروز و موشک‌های بالستیک و همینطور هواپیمای بدون سرنشین انفجاری که مورد استفاده قرار گرفته رهگیری شدن و سرنگون شدن. در سال گذشته برای نمونه دیدیم که تعداد قابل توجهی از اینا رو هواپیمای جنگنده عربستان سعودی سرنگون کردن یا پدافند ضد موشکی. به نظر میرسه که حوثی‌ها روش‌های حمله خودشون رو تا قدری تغییر دادن، شاید از تعداد بیشتری از این موشک‌ها و پهپادها به صورت همزمان استفاده می‌کنن تا حدی تونسته باشن پدافند و سیستم فرماندهی و کنترل دفاعی عربستان رو اشباع بکنن با این حملات خودشون به اهداف مختلف، هم در شرق و هم در غرب عربستان و هم در مرکز عربستان. در نتیجه به نظر می‌رسه که در حملات اخیر قدر موفق‌تر بودن. اهدافشون هم اهداف زیرساخت‌های اقتصادی عربستان هست، هم کارخانه‌های نمک‌زدایی از آب شیرین کردن عربستان که همیشه به عنوان اهداف اصلی و اهداف بالقوه اصلی عربستان برشمرده میشد، حالا جزء اهداف دائم حوثی‌ها شدن و این میتونه تاثیر قابل توجهی روی تولید آب شرب مراکز جمعیتی عربستان بذاره و همینطور هم مخزن سوخت جده که در دو حمله اخیر هم همین دو چند روز پیش مورد حمله قرار گرفت. یک بار هم نوامبر 2020 یادم میاد که به این مخازن حمله شد و خساراتی بهش وارد شد. البته خساراتش با وجود اینکه از نظر بصری خیلی قابل توجه یه مخزن سوخت بزرگ آتیش بگیره، ولی خب اینا رو وقتی که آتیش رو خاموش بکنن به تدریج محدود میشه. دلیل حملات من فکر میکنم یکی هشتمین سالگرد شروع جنگ یمن باشه و یکی مسئله مسابقات فرمول 1 به نظر من خیلی اهمیت داره برای حوثی‌ها که بتونن اختلال درش ایجاد بکنن، چون بسیار موضوع حیثیتی هست برای عربستان سعودی و همینطور هم من فکر میکنم مسئله مذاکراتی بوده و پیشنهاد انجام مذاکرات صلح در ریاض بوده به حوثی‌ها که مقدار مثل اینکه به حوثی‌ها زیاد خوشایند نبوده، براشون گفتن ما می‌خوایم که مذاکرات در یک کشور بی‌طرف انجام بدیم. با این حملات دارن سعی می‌کنن که نشون بدن که ما می‌تونیم زیرساخت‌های شما رو به شدت تهدید بکنیم، مورد حمله قرار بدیم. آقای ندیمی، شما واکنش‌های بین‌المللی رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ اگر خیلی کوتاه بتونید پاسخ بدید ممنون می‌شم. ببینید، واکنش بین‌المللی تا الان زیاد قابل توجه نبوده. میشه انتظار داشت ایالات متحده به شدت محکوم بکنه، کشورهای اروپایی به شدت محکوم بکنن، ولی با توجه به بحران اوکراین و تمرکز توجه روی بحران اوکراین به نظر من مثل سابق چندان روی این موضوع توجه نشده. ولی خب فرماندهی مرکزی ایالات متحده حتما به این موضوع توجه خواهد کرد و سعی میکنه یه مقداری از امکانات دفاعی رو در اختیار عربستان قرار بده تا بتونن با همکاری همدیگه جلوی این حملات رو بگیرن. هواپیمای F-22 در اختیار امارات گذاشته شده بود نیروی هوایی آمریکا، ولی باید دید که آیا این تدابیر دفاعی میتونه مؤثر باشه وقتی که حملات به چندین منطقه در یک مساحت خیلی وسیع انجام میگیره، احتیاج به امکانات خیلی زیاد داره.